بسم الله الرحمن الرحیم الحمد و صلات و سلام علی رسول الله و علی و اصحابه و من والا بینندگان گرامی و دوستداران برنامه اقره باز هم خوش آمدید امروز یکی از موضوعات خیلی مهمه برای بحث و بررسی تا یک ساعت دیگر انتخاب کردیم امیدوار هستیم که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید موضوعی که انتخاب کردیم برای بحث امروز نفاق و دروی است البته تعریفی که از نفاق در جامعه ما به جا مانده یک تعریف خیلی محدود و منحصر است که هر یکی دور خود از وصف احساس میکنه اما نفاق و دروی یک بیماری است که خیلی گسترده و خیلی عام در جوامع اسلامی و خصوص بیش از سی بیش از سی ست آیات قرآن کریم به موضوع نفاق اختصاص یافته سوره بقره که دومین سوره و بزرگترین سوره قرآن کریم است در نخستین آیاتش به موضوع نفاق تماس میگیره انسان ها را به سه گروه تقسیم میکنه یکی در آغاز مؤمنان را بیان میکنه اوصاف مؤمنینه بعد از او اوصاف مشرکینه بیان میکند و به دنبالش اوصاف منافقینه در بین این سه گروه بیشتر قرآن کریم اوصاف منافقین به تفصیل بیان میکنه البته اوصاف مشرکین در دو سه آیت خلاصه میشه اوصاف مؤمنین هم در دو سه آیت خلاصه میشه اما اوصاف منافقین تا بیشتر از ده آیه به تفصیل بیان میشه و در وصف منافقین وقتی که اوصاف شان خداوند متعال بیان میکنه میفرماید که بکم بکمون آمیون فهم لایرجون کرسن کرستن بکمون گنگستن آمیون کورسن فهم لایرجون یعنی حواس انسانی شان حواسی که باید فعالیت بکنه گوش چشم و زبان همیش در برابر حق برعکس و برخلاف فعالیت میکنه سوم بک منامیون فهم لایر جون و هیچگاه هم بر نمیگردن به اینکه این پرده از پشت گوش یا پرده ای از پیش روی چشم یا هم سخن حق به زبان بگن فهم لایر جون بر نمیگردن به به خاطر نفاق و دروی یک بیماری خیلی مهم در جوامع اسلامی بخصوص در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه بوده در مدینه منوره حدود 300 نفر از منافقین بودند که در رأس زونو عبد الله ابن ابی ابن سلول قرار داشت. اینو 300 نفر از منافقین البته زمان مشخص و معرفی شدند که در سال دوم هجرت غزوی احد پیش آمد در سال 3 البته غزوی احد زمانی که فرورسید با 1000 نفر رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت کرد به سوی دامن احد از جمله یک هزار نفر سی نفر به سرکردگی عبدالله ابن آبای ابن سلول برگشتند. و اینا منافقین کسانی بودند که در ظاهر به نوع اعمالی را برای مردم نشان می دادند که باطنشان به شکل دیگری بود. نفاق در لغت البته به معنای پنهان کردن. پنهان کردن حقیقت. یا پنهان کردن یک چیز میگه وقتی که یک دانه در زیر زمین پنهان میشه برای کشت میشه در زبان عربی گفته میشد که نفقت الحبه یعنی پنهان شد پنهان کرده شد دانه به خاطر ازی که گیاهی بروید اینمی قسمی که یک دانه در زیر خاک پنهان میشه این شکل حقیقت در قلب شخص منافق پنهان میشه و چیز دیگری از زبانش بیرون میشه این شکل چشم و گوش و حواس انسانیش همیش برعکس فعالیت میکنه این نفاق از دیدگاه علما به دو قسم است البته که نفاق عملی است و که هم نفاق اعتقادی نفاق اعتقادیش انسان از دایره ایمان بیرون میکنه که او شرک است و نفاق عملی از دایره ایمان انسان بیرون نمی کند اما یک به عنوان یک بیماری در وجود هر شخص قابل تشخیص و قابل درک و تحلیل است یک تماس میگیریم و برنامه دنبال میکنیم بله سلام علیکم استاد بزرگوار علیکم السلام و رحمت الله سلامت باشین خیر گرامی ببخشین یک سوال داشتم بفرمایید سوال ما قسمی است که یعنی از اولاد که فرض مثال هر قدر که مادر خوبی میکنه یا فرض مثال به تربیشان در صدر رسیدگی میکنه بازم اینا بی تفاوت میباشه و گپ گوش نمیکنه چون که یک زن همیشه رئیس خانه شوار می باشه و هر با کار را که بکنه یک بی بند باری را به با او خاطر دور مادر به اولاد نمی رسه ما چی داره بگیرم به حساب قدر به تکلیف میشم که با از اولاد خدمت تا به بکنم از شما یک نظر می مولوی ساید که من چی بکنم سلامت باشین خیرگرامی انشالله صحبت میکنیم دیگه ارتباط تشکر خدا حافظ. سلامت باشین یکی از مزاله های مهم البته خواهر ما مطرح ساختن بیتفاوتی فرزندان در برابر والدین بخصوص مادر مادر که از قوت فیزیکی لازم هم برخوردار نیست تا فرزند جوانش که به پختگی رسیده به جوانی رسیده او را من بکند از زشتی ها و از بیبندباری ها راه حل چیست البته راه حل از آغاز باید انسان توجه کنه والدین بیشتر توجه کنن که بر اساس آموزه ها و ارزش های دینی اطفال ما رو ما تربیت بکنیم اگر موضوع احسان به والدین به عنوان یک واجب یا فریزه شرعی مهم برای فرزندان آموزش داده شده باشد از طرف والدین و اگر شفقت و نوازش لازمی که ایجاب میکرده همچنان عواطف و احساسات مادری و یا پدری که لازم بوده بالای طفل متوجه می بوده طفل در وقت جوانی و نوجوانی والدین هیچگاه رها کنه هیچگاه ترک نمیکنه البته وقتی که چنین توجهی در آوان کودکی فرزندان از طرف والدین صورت نمی گیره با جوانی به مشکلاتی برمیخورن اینجا که از راههایی که تشخیص داده میشه همین است که به نرمی باید فراخوانده شود توصیه شود و به نرمی و دعا شود در حقش انشالله خداوند متعال او را هدایت نصیب میکنه دعا شود در حقش و همچنان به نرمی توصیه شود جویی و کشمکش جدال رای حل نیست البته

مادرم امرای پدرم زیاد گفتگو کردن در نید قربان روز دومی در قربان بود پدرم قرآن شریف را کرد دست خواهی پر قرآن منده به مدر که اونی سر طلاق میتم قرآن شریف هم به زمین در فرق مادر منده حالا ما از شما سوال داشتم که های بیدن پدرم در این خانه برای ما خوب است یا نیست است شما مشوره داریم گفت ما طلاق میکنم شما رسی طلاق میکنم در قرآن شریف را گرفت به زمین زد که ما تو را طلاق میکنم خوب انشالله صحبت میکنیم خواهر سوال مشخص خواهر ما البته در ارتباط به بوده که توهین به قرآن کریم صورت گرفته توهین به قرآن کریم گناهی کبیره است بدون شک به خاطر که قرآن کریم کلام الهی است وقتی که به زمین زده می شد بگونی توهین است گناه کبیره را انسان مرتکب می شد. اما گناه کبیره به معنای کفر یا به معنای بیرون شدن از دایره ایمان نیست زدن قرآن کریم در زمین در حال خشم و غذب البته علل و انگیزه هایی داره که در حالات عادی اگر یک شخص چنین توهین به قرآن کریم بکنه او از دایره ایمان بیرون میشه اما در وقت خشم و غضب یا عوامل و انگیزه های خانوادگی که باعث میشه قرآن کریم زده می شود به زمین در این صورت با عنوان یک گناه کبیره یا توهین به کلام الله مجید پنداشته میشه و این گناه کبیره محسوب میشه به این خاطر از این گناه انسان باید توبه کنه و اعضای خانواده کسانی که فرزندان هستند، دختران پسران و مادر اینا مسئولیت و مکلفیتشان این نیست که ترک بکنن چون این یک شخصی را که مرتکب گناه کبیره میشه حتی اگر از دایره ایمان بیرون شوه مسئولیت و مکلفیت ما با عنوان عضو خانواده است که او دعوت بکنیم به سوی خیر نه که قطع رابطه بکنیم امراش یکی از ویژگی های دعوت اسلامی است که هیچگاه دروازه بسته نمیشه بر روی شخص و دعوتگر در وزاره بسته نمیکنه ای که در خانه پرسش مطرح میشه که آیا همراه چنین پدری زندگی یک جایی مشروع است یا غیر مشروع از نقطه نظر دین مقدس اسلام مشروع است و لازم است که همراهش یک جا باید ما زندگی داشته باشیم تا تأثیر مثبت به او بگذاریم و از مسیر منحرف بازداشت بکنیم قرآن کریم میفرماید که یا ایوه الذین آمنو انفسکم و اهلیکم نارن خودتانم از آتش دوزخ نجات بخشید و اعضای خانوادی تان هم نجات بخشید در اینجا پدر بیشتر مکلفیت داره اگر پدر به بیراه میره هر یکی از اعضای خانواده در هر موقفی که است مکلف است که دعوت بکنه و دروازی دعوت هیچگاهی بروی شخصی که مرتکب گناه میشه نباید ببنده در آیه قرآن کریم میای که و این جاهدا که ان که بی ما لک به علم اگر والدین کوشش میکنند که شرک بیاری از ایمان برای فلا هما اطاعتشان نکو اما قید دیگه آیتی است که وصاحب هما فی دنیا معروفن در دنیا با طرز و طریق شایسته و نیکو امرای زونا رفتار بکو و زندگی بکو این دعوت قرآن کریم و موقف شریعت اسلامی است بله بفرمایید برادر خوش آمدیم بله سلام علیکم خواهد علیکم السلام و الله السلام علیکم سلام علیکم السلام و الله بفرماین برادر برادر حدیث موترم که مستقل خواستم نداشتم هر چقدر کوشش میکنم مثلا به طرف این مسجد که که بکشانم اما نه شیطان زیاد وصفه خودم مثلا چیز میزنم کوشش های هر چقدر کوشش نمیشه چی کنم درست است یعنی شما در نماز آآ 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 مشکل دارین هر چقدر کوشش می کنم مثلا که برم بطره محصف بطره می کنم درست است اول شاید محصفه کنم را تیز نگرم که تا حد امکام نگه کوشش که می کنم هم نمی جده درست است انشالله صحبت می کنیم برادر گرامی برنامه رو دنبال کنیم وسوسه های شیطانی یکی از چالش های مهم و یکی از تهدیدات خیلی عمده در زندگی هر یکی از ما شما است که همیشه وسوسه میکنه به هنگام نماز صبح وسوسه میکنه که از خواب باید بیدار نشیم به هنگام نمازهای دیگر باید به جماعت نرویم وقت نماز خفتن هم در یکی از حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میاد که اثقل الصلاوات علی المنافقین صلاه الفجر و صلاه العشاء او که قال صلی الله علیه و سلم سنگین ترین نمازها بنزد بر بالای منافقین نماز صبح و نماز خوفتن است یعنی شیطان اونا در دام شیطان هستند، شیطان وسوسه میکند و نمیگذاردشان که به نماز صبح و به نماز خفتن بروند در حالی که وصیتی است که کسی که به نماز خفتن میرود و به نماز صبح میرود نماز صبح و نماز خفتن گناهانی که گویا که تمام شب انسان به قیام گذشتانده نماز خفتن نصف شب و نماز صبح هم نصف دیگر شب اگر هر دوی شب جماعت میخوانه گویا که کل شب به قیام گذشتانده ما از یک طرف مکلف هستیم که حکمت های نماز ها رو بدانیم با عنوان جوانان تحصیل کرده و روشن امروز یکی از حکمت های این نماز است که برای ما سکون و آرامش خاطر نصیب میکنه تشویش ها و دغدغه هایی که در زندگی روح روان ما رو تهدید میکنه که همه ما به بی بیماری گرفتار هستیم نماز یگانه وسیله ای است که ارتباط انسان وقتی با خداوند متعال تأمین شو سکون و آرامش خاطر انسان احساس میکنه و یک سعادتی است که تمرکز فکری برای انسان نتیجه و پیامدش تمرکز فکری است که ما می توانیم با تمرکز فکری در مسائل زندگی خود خوبتر تصمیم بگیریم موضوع دیگری است که برای قلب انسان صاف می سازد از غل و غش در تعاملات زندگی قلب انسان صاف می باشد از دروغگویی از فریب و خیانت و از خشم و غذب و مسائل دیگر نماز است که در وجود انسان تعادل و توازن توازن برقرار میکنه وقتی که انسان سر خود به زمین میمانه کبر و غرور و ستیز جویی و بخل و حرس و تم و عجب و ریا و سمعه و این بیماری های قلبی همش کس همیش کوچ کند از وجود انسان اگر واقعا مخلصانه با خوشو و خضو انسان نماز بخواند اینی حکمت های نماز مطالعه بکنیم و وقتی که ما درک بکنیم خود به خود با شوق و رغبت به سوی مسجد میریم و به سوی نماز ها میریم هیچگاه نماز های خود ترک نمی کنیم علاوه از زندگی بعد از مرگ و زندگی اخروی اهمیت نماز فضیلت نماز و اولین چیزی که انسان محاسبه میشه در روز آخرت از نماز است این مسائل هم تاثیرگذار گذار میتانه باشه و سازنده میتانه باشه برای رفع و دوری و سوسه هایی که ما شما را مصروف میسازه و بازداشت میکنه از نماز موضوع بحث ما نفاق و دروی است البته به می پرسش هایی که مطرح شد یکی از نفاق هم رابطه مستقیم داره بیشتر عرض کردیم که یکی نفاق عقیدتی است کسانی که معتقد نباشند به حقانیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به قرآن کریم باور نداشته باشند و سایر ارکان ایمان مانند ایمان به کتاب ایمان به فرشته ها ایمان به روز آخرت و ایمان به تقدیر خیر و شر و مسائل دیگر اما در ظاهر تظاهر بکنند به ایمان اینا منافق عقیدتی هستند از دایره ایمان بیرون هستند یک منافق عملی است نفاق عملی است البته نفاق عملی به معنای این هست که انسان در نماز متکاصل باشه اما به نوع دیگری نماز نخواند و نشان بدد برای مردم که گویا ما نماز خواندیم روزه نگیرد و نشان بده به مردم که گویا ما روزه گرفتیم عین شکل زکات ادا نکند یا صدقه نکند یا م... فضائل دیگری که در جامعه اسلامی است به این فضائل پابندی نداشته باشه اما در ظاهر به گونه وانمود بسازه که یک شخص دیندار و یک شخص پابند به موضوعات شریعت اسلامی است این نفاق عملی میگه نفاق عملی با تناسب گناهش البته متفاوت است کسانی که گناهان کبیره را پنهان میکنند انجام میدن و پنهان میکنند یا اوامر و فرامین واجب یا فریزه را ترک میکنن اما نشان میدن که ما انجام دادیم این گناه کبیره است و کسانی که یک عمل جزئی را انجام نمیدن یک عمل مسنون یا مستحبه و به گونه غیر واقعی تظاهر میکنن بس اونجا گناه کبیره نیست بلکه گناه صغیر است اما در کل نفاق نفاق عملی به عنوان یک بیماری قلبی از در فرهنگ قرآن کریم تعریف شده تشخیص شده قرآن کریم میگه فی قلوبهم مردن در قلب هایشان بیماری است این بیماری یک بیماری واگیر و بیماری عمومی و گسترده است که هیچ انسانی نمیتونه از به دور باشه بله بله بفرمایید برادر امران برادر خوش آمدین خوب هستین سیادتون خوب هستین سلامت باشین جناب مولوی سلام علیکم علیکم السلام رحمت الله بفرمایید پرسش رو مطرح کنین خوب هستین سلام سوال ما این بود که می واسه کما میکن اینجا قدر راست بشه درست است ان شاء الله صحبت میکنیم برادر گرامی استنجا سنت امی است که به دست چپ باید شوه و دست راست اش مکروه است و گناه است رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داشت آه که آه با مسجد با پای راست داخل شود و مسائلی که خیر بود او مسائل با دست راست انجام بده و دست چپ در یکی از ویژگی های اسلام در بود امور مسنون همیشه که با دست چپ باید نجاست دور شود بیشتر برس رساندیم که نفاق عملی یکی از دو نفاق است صحابه کرام خیلی تشویش داشتند یکی از اصحاب روایت میکنه که ما حدود سی نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که اون هر کدامش تشویش داشت، از که نفاق به نوعی یا به رنگی یا در یک درجه در قلب زینا وجود نداشته باشه همیشه نگران ازی بودن که به خاطر که آیات یکی پی دیگر نازل میشد در مدینه در هر سوره موضوع منافقین مطرح میشد در سوره بقره موضوع منافقین مطرح شد در سوره انفال موضوع منافقین مطرح شد سوره آل امران سوره نساء و سوره های دیگر سوره انعام صحابه کرام خیلی تشویش میکردن ازی که نفاق به نوعی در قلب زینا جا نگرفته باشه بله سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله خوش خوش آمدین برادر اکرام ما داشتم سوال ما ای بود که مثلا یکی زنش طلاق بده و قدر مادر بازم یکی زنش طلاق داد او بچهش بلند شد بگه من مادر خود من نگاه میکنم یعنی از خانه بیرونش نمی پدرش هم پیش او بچهش می باشه و خودی این مادرش هم پیشی بچهش می باشه این چرا می گناه هست یا نه درست است انشالله صحبت می کنیم زنده باشید سلامت باشین موضوع مهمی را برادر ما البته مطرح کردن که از کشور ایران تماس گرفته بودن وقتی یک شخص همسر خود طلاق میکنه که فرزند جوان دارن و فرزندشان دارای روزگار و دارای امکانات زندگی است یعنی خانه داره اواید و درامد ماهوار به حد کافی داره و زندگی مستقل داره با از خود در چنین صورتی فرزند استاده می شود و میگه که مادر خود من گذارم که از خانه برای دقیقا این عمل فرزن یک عمل نیک پنداشته میشه و یک موضوع اخلاقی پنداشته میشه مادر نمیتونه بی سرنوشت از خانه براید و هر طرف که رفت و برود بدبخت شود وقتی که فرزند می داشته باشه فرزند پسر یا فرزند دختر از مادر وارسی میکنه موضوع خیلی نیک و شایسته و پسندیده است دین مقدس اسلام هم ایره تایید میکنه اما مشروط به ای که بین مادر و بین پدر که اینا از هم جدا شده هستند شرعا درست نیست که اینا در یک خانه با هم تعامل داشته باشن و زندگی داشته باشن به نوع نظام خانه را تنظیم بکنه که اتاقای زینا از هم جدا باشه و تعامل و آمیزش بیشتر در زندگی با هم نداشته باشند در صورتی که حجاب شرعی را مادر رعایت میکنه در اون صورت باز مانعی نیست اگر گاهی با هم روبرو شوند یا با هم ببینن به او حد شریعت اسلامی حرج نفرموده هر یکی از والدین در با رعایت حجاب البته گاهی اگر با هم روبرو میشن یا گاهی با هم میبینن کدام مانعی نیست در یک خانه میتونن با هم زندگی بکنن اما با در نظر داشته ای که اتاقایشان از هم جدا باشه و مرتکب گناهی یا او تعاملات زن و شوهری که در گذشته داشتن دیگه و ارتباط بینشان قطع شده اینا محرم در میان هم نیستن فرضاً مکلفه از به هر شکلی که میتونه هم خدمت پدربایدار نظر بگیره و هم خدمت مادر در نظر بگیره در چونی یک وسیت خدمت مادر بشتر فرض است حضرت ابو هریره رضی الله عنه در حدیث روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و اسلام شخصی پرسونه اش کرد که رسول الله بهترین همنشین برام کیست یا بهترین کسی رکه خدمت بکنم کیست رسول الله صلی الله علیه و اسلام فرمود مادر مادر شما بعدا پرسان کرد که بعد زو بعد زو هم مادر بعد زو هم مادر سه بار تاکید کرد که حق مادر والاتر و مهمتر است بعد زو باز در مرتبه چهارم پاسخ داد که حق پدر خدمت کردن و تعاون با پدر واجب است خدمت مادر در هر حالت بالای فرزند واجب است نسبت به پدر سه برابر بیشتر واجب است که باید خدمتش بکنه با در نظر داشته رعایت اصول اخلاقی و های شریعت اسلامی مالی؟ مالی سلام علیکم مولایی خوب هستی؟ علیکم و و رحمت الله مولایی صاحب خوب بفرمایید خیر خوش آمدین مولایی صاحب یک سوال داشتم من ما در وقتی جوانی مادر ما زیاد می میکرده خوضرانه دغه موده دغه موده دغه په خواره سره مادر ما زیات لا تکوب میکړه هالو کارو نه میکنه مقصد د مادر نگاهه چېقدر میږي دروش میږي خوب رفتار کوم میگو مګه نه میتونم می هر از دې انددل چې کنه درم مادر ما یعنی گناه ده ان شاء الله سوबत میکنیم خوهرګرانه برنامه رتقب کړئ نه خداښ موضوعه مهمه را خوهر ما مطرح کردن که خاطرات زشت زندگی در آوان جوانی باعث میشه که زن و شوهر در وقت سال خوردگی تعامل و معاشرت نیکو در میان هم نداشته باشند خیلی از والدین هستند که جوانی را در خشونت در بدبختی در جنگ و لط و کوب و کشمکش به سر میرسانند و در آوان پیری باز بدبخت میشن مادر با پدر یا همسر باشه و هرش تعامل نیک نمی کنه و همیشه رنج میکشه ای البته یکی خود نظام زندگی و نظام هستی به این شکل است که و جزا و سیئت مثلها قرآن کریم میگه جزای بدی بدی مانند آن است اگر در آوان جوانی پدر بدی میکنه در آوان سال خوردگی جزای بدی رو میبینه اگر در دنیا ندید در روز آخرت بدی خود رو میبینه هل جزاء الاحسان الا الاحسان جزای نیکویی نیست مگر نیکویی انسان باید تیره درک بکنه اگر پیش آمد خوب میکنه اگر اخلاق نیکو با همسرش میکنه گذشته از که مستحق پاداش خیلی زیادی از جانب خداوند متعال در روز آخرت میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده خیرکم خیرکم لاهله. بهترین شما مشخصی است که با همسر خود تعامل نیکو می داشته باشه اخلاق شایسته و ما بهترین شما هستم از اخلاق نیکو گذشته از زندگی دنیایی خود رقم میزنه در دنیا خاطرات خوشی رو به جا میگذاره که فراراه زندگیش حتما می آید و در پایان زندگی همسرش خدمتش می کنه یکی نظام زندگی است وقتی که به چنین معزله ما روبرو می باشیم رای حلیست که باید درک بکنیم که از جانب شیطان است به خاطر دور ساختن شیطان ما خود ما رنج میکشیم وقتی که یک همسر با شوهرش تعامل نیکو نداشته باشه خودش در, در, درون خود رنج میکشه بهتر است که گذشته ها رو فراموش کنه دین مقدس اسلام تاکید میکنه به یک انسان به گذشته ها باید خاتمه ببخشه و نقطه پایان بگذاره توبه یکی از فلسفه هرې توبه کردن مېست چې گذشته را خداون مکمل ماف میکنه فر به فراموشی باید انسان به spore زندگی خود هر لحظه تجدید وکنه از نو به خاطری که انسان برای آینده زندگی میکنه زندگی برای آینده از نقطه نظر دینی این نیست که بستگی به گذشته داشته باشه اگرچه رابطه ای داره اما انسان های موفق و انسان های مؤمن کسایی هستند که بر اساس ایمان و تقوا زندگی زندگیشان از نو تجدید میکنن و گذشته ها را فراموش میکنن این خیلی پسندیده است این اخلاق از نقطه نظر شریعت اسلامی خیلی پسندیده است و انسان مستحق پاداش از جانب خداوند متعال میشه بله سلام بفرمایید خواهر خوش آمدیم سلام علیکم سوال ما یه بسی که از دیوی سوال خود پیشت به دون جازه بگیره کدام مشکل نیست به نداره انشاءالله صحبت میکنیم خواهر برنامه تقیب بکنیم یک پرسیشه که میشه مطرح میشه همی که همسر از جیب شوهر خود پول بگیره مشروع است یا غیر مشروع بلی دقیقا مشروع هست در حد ضرورت البته خاطر مصارف خانه به خاطر هوایج و نیازمندی های خانه هم <coughs> شو... همسر صلاحیت عام تام داره که از جیب شوهرش بگیره مصرف کنه شوهرها مکلف هستن که در برابر... در برابر, همسر حساسیت نباید نشان بدن فضای پر از محبت و سمیمیت خانواده را بر هم نزنن به خاطر موضوعات کوچکی متاسفانه برخی گزارش های رسید اه 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 نشر شده در رسانه هایی که چقدر موثق است یا نیست در یه واخر به سر امی موضوع سر امی معضله یک شوهر خانم به قتل رسانده این نشان کمال جهالت و نشان کمال بیدینی یا ضعف ایمانی یک شخص است ایمان است که تمامی بیماری ها رو معالجه میکنه همسر یا زن در جامعه مرد سالاری افغانستان ما خیلی محکوم است و خیلی مظلوم است خیلی آ، آ، رنج رنج مهنت روزگار میکشه شوهران مکلف هستن که با تعامل نیکو و اخلاق شایسته داشته باشند ام همسرانشان اخلاق و طرز برخوردی که در افغانستان وجود داره از طرف شوهران نسبت به زنان یه اخلاق اخلاق شرعی نیست و اخلاق انسانی هم نیست بلکه ایره را به عنوان اخلاق افغانی ما میتونیم تعبیر بکنیم که اخلاق افغانی نه با اسلام سازگاری داره و نه هم با اقلانیت انسانی سازگاری داره ما نیازمند هستیم که سر مسائل اخلاقی زندگی خود از نقطه نظر دینی به خاطری که مسلمان هستیم تجدید نظر بکنیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی گونه بود یک همسر امی پرسشی که خواهر ما مطرح کرد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان میکنه که همسر ابو سفیان البته پرسان میکنه که ابو سفیان یک شخص بخیل است گاهی از پولش ما مصرف میکنیم در خانه ای مشروع است یا نیست رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه بله مشروع است و شما میتونید مصرف کنید همسر حق داره در خانه و شوهر مکلف است برای تأمین مخارج و مصارف خانه برای تأمین نفقی همسر وقتی که نمی, نمی پردازه همسر خودش میتونه صلاحیت داره که از شوهرش مصرف کنه موضوع بحث ما نفاق و درویی از دیدگاه دین مقدس اسلام است که در آیات قرآن کریم البته پیشتر عرض کردیم که بیش از 300 آیه قرآن کریم به این موضوع اختصاص یافته و حدیث بشماری از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در باب نفاق و درویی برای ما رسیده قرآن کریم موضوع رو به خاطر مطرح میکنه که معمولا مسلمانان به این بیماری گرفتار میباشند حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه خلیفه دوم گاهی حزیفه ابن یمان رضی الله عنه را که از اصحاب بزرگوار است قسم میده میگه ما تو را سوگن میدم به خداوند متعال که آیا از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشنیده که ما از جمله منافقین نباشم حضرت حزیفه ابن یمان لبخند میزنه میگه یا عمر تو چی میگی ایمان حضرت عمر در حالی که مانند کوه بزرگ بود و شخصیتش به همه هویدا بود اما شک و تردید داشت که به بیماری نفاق گرفتار نباشه به این خاطر سوگن میده حذیفه ابن یمانه که آیا از رسول الله صلی الله علیه و سلم که نام مره گرفته باشه در جمله منافقین حذیفه ابن یمان میگه نخیر من نشنیدیم و حضرت امام حسن بسری رضی الله عنه در اه, کس که بار تابین است البته در روایت می از نفاق در امن نمی باشه مگر منافق کسی که مطمئن می باشه به که هیچ گونه غلغش و هیچ گونه نفاقی در قلبش نیست ای منافق می باشد اساسا منافق می به بخاطر که بیمار است و از بیماری خود خبر نداره و از نفاق نمی ترسد مگر مؤمن مؤمن همیشه تشویش و نگرانی زیر می داشته باشه که نوعی از نفاق یا یک درجه از نفاق در قلبش وجود نداشته باشه و بیماری نفاق مبتلا نباشه خوف از نفاق نشان ایمان است به اساس سخن حضرت امام حسن بصری رحمه الله بله بله السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله علیکم علیکم السلام و رحمت الله هم نو غوښتمه ټول خیرخانه د تا مې بفرمایم برادر خوش آمدید ما ولایت مې یا څل مې څورې کیدې کیسه ورسې د بچار لپاره خلاق میکردم نو مې کړم اما د قانونو ماله درته چې ما توځه وکړم نو ما هیڅ ډول نه اعتبار نه وړه د بچار د مو نه بحث میکنه تر ما لږه ځکه مې لرم د بچار د مو نه بحث میکنه نو هیڅ کومه بحث نه کولای شو انشاءالله صحبت میکنیم برادر گرامی نقطه خیلی خوبی رو شما مطرح کردین یک وقفه کوتاه داریم و برنامه رو دنبال میکنیم با ما باشید باز هم خوش آمدید موضوع بحث ما نفاق و درویی از دیدگاه دین مقدس اسلام است یکی از پرسش هایی که بیشتر البته بر رسید که تا حدی رابطه به موضوع البته داشت یا هم نداشت برادر ما پرسان کردن که خانمشان بدگمان هستند در موردشان به خاطر گناهانی که قبلا البته مرتکب شدن رای تقوی اعتماد در فضای خانه ای هست که انسان بیشتر پابند به با احکام شرعی باشه به این که اگر ما به نمازهای پنجگانه پابندی دقیق داشته باشیم و گاهی اگر فرصت داشته باشیم روزه بگیریم یک هم همسر و هم شوهر محبت و ارتباط بین زن و شوهر گذشته از رنگ انسانی و گذشته از سطح عاطفی و احساساتیش به ارتباط ایمانی تبدیل میشه و این ارتباط ایمانی بر سمیمیت و اخلاص میان زوجین می افزاید تمام انواع به اعتمادی از میان برداشته میشه تمام زنگ ها و آلودگی هایی که در قلب شوهر یا در قلب همسر است نسبت به جانب مقابل از میان برداشته میشه و پاک میشه قلب ها سای قلب داده میشه اعتماد یک وصف قلبی است به اعتمادی هم یک وصف یک اخلاق قلبی است که وقتی انسان به اعتماد میباشه نسبت به یک شخص قلب وقتی که اصلاح شو زبان ترجمان قلب است هر سخنی که از زبان می برایه او سخن همراه با محبت می باشه و همراه با سمیمیت و احترام و شفقت می باشه به با این خاطر رای حلی است که ما پابندی به حدی داشته باشیم به شریعت اسلامی که تمام انواع بهودگی ها تمام انواع به اعتمادی ها باید از میان برداشته شود اخلاق یک امر کسبی است هر انسان میتونه کسب بکنه یک انسان در یک مرحله از زندگیش دوست می باشه اما در یک مرحله از زندگی به یک شخص با تقوا و یک دوست خدا تبدیل میشه خیلی در تاریخ ما از موارد داریم یک شخصی در یک مرحله از زندگی مجاهد میباشه در راه خدا جهاد میکنه شب تا روز استادگی میکنه اما در یک مرحله دیگری از زندگی به یک دوست تبدیل میشه ما دیگه نمیتونیم که مو وصفی که در وقت داشت آل همه مو وصفه در یک زمان آدم نیک بود در یک زمان آدم بد بود برعکس یک کسی در یک زمان آدم بد بود در یک زمان دیگری نیکترین آدم میتونه باشه مهم خاتم اعمال است که انسان خاتم اعمال خدا باید بر اساس خیر رقم بزنه و با عمل نیک از دنیا برود با کلمه با خواندن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله تقویه اعتماد فقط ایمان است ایمان رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که همچون درخت است که هفتاد و چند شاخه داره شاخه های زی یک شاخش اعتماد است زمانی که درخت ایمان آب داده شو با اعمال نیک با نماز با صدقه با روزه با اعمال دیگر با صلی رحم با ایادت بیماران همکاری به فقرا و مساکین و بیچاره و بینوا و این مسائل تمام شاخه های ایمان در وجود انسان زنده میشه مانند صداقت مانند تواضع و شکستگی مانند محبت مانند اخلاص و این شکل اف و گذشت ایثار و فداکاری احسان به والدین و کمک به فقرا و مساکین این همه شاخه های ایمان هستند برای ما بهتر است که ساقی ایمان در وجود خود تقویت بکنیم موضوع بحث ما البته نه فوق و دروی یزدگاه دین مقدس اسلام است آیات متعددی به ارتباط آمده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گوه رنج میبرد از منافقین وقتی که ونا دروی میکردن رنج میبرد يقولون بألسنتهم هم ماليس في قلوبهم بزبان ما أنشر أنت قلبشان القلب شان تسلي أسباب تسلي برسول الله صلى الله عليه وسلم يجا. ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر غمجين نسوزت وزدت ركساني مش طبعا بسوي كفر قالوا آمنا بأفواههم أما بزبان ما كما إيمان أوردهم ولم تؤمن قلوبهم قلب إيمان أورده بيان صلى الله عليه وسلم بخاطر رفخ استجيش بخاطر یک اپ افسورده مشو خداون متعال هميشه از اغاز تا انجام قران کریم گاهي با اي ای آيات تسلي ميده كه جګر خونه شو خسته نه شو ته فقط داوت ته پيش باور bale bale salaam aleikum aleikum salaam wa rahmatullah aw saadam ta end sawal dashtam has peish khudat yak sawal yas ke chetas khanam mamai faqeran mader mas peishash یک سی هزار به است از او هیچ نه اولادی است و خود مامای ما فعال کرده هیچ کس از اون نیست آیا او را چه قسم کنه یکی, یکی, یکی این یکی از پین وقت نماز که بعد از ازان تا چه وقت روا می باشه که آدم به خانه نماز ها های پنجگانه آه می پین وقت نماز که آزان می بعد از تا چه وقت قضا نمیشه روا می باشه که آدم به خانه می پین ان انشالله صحبت میکنیم مادر خداحافظ خدا خداحافظ شما پرسش اول خواهری بود که شخصی وفات شده و از او قرضی بالای شخص دیگر مانده این قرض چگونه پرداخت شده؟ او شخص زنده نیست که قرضش پرداخت شده بعد از مرگ راه پرداخت قرض بعد از مرگی است که صدقه شده وقتی که صدقه میشه پاداشش برای او شخص میره صدقه شوه به نام از مو صدقه شوه پاداشش بخشیده شوه پاداش ای پول برای متوفا میرسد و ای باعث مغفرت در روز آخرت هم میشه خداوند متعال توفیق میده برای شخصی که قرض داده بوده پاداش به حدی حد پاداش از جانب خداوند متعال به او داده میشه که او راضی میشه تا ای حق خدا ببخشد برای این شخص البته جز امی دیگه راهی وجود نداره بهتر است که صدقه شوه بر یک شخصی که او مستحق است تا پاداشش اگر در راه های صدقه جاریه مصرف شوه در مسجد مصرف شود به طور مثال یا هم در ساختن در ساختن راهی مصرف شود در مسائل عامل منفعه یا صدقه جاریه که دوامدار باشه اجر و او او خیلی بهتر است اگر یک چند خلطه سمت خریده شود بر یک مسجد یا یک مقدار ریک خریده شود یا یک چیزی در یک مسجد خریده شود مسجد یکی از راه است که صدقه جاری است تا زمانی که مسجد به پای خود استاد است دیوارهای مسجد بلند است و حتی بعد از او هم همیشه او زمینی که دوجه نماز خواند نمیشه و مردم سجده می کند همیشه پاداشش برای شخص متوفا می رسد و مراتب چندین مرتبه بیشتر و بزرگتر پاداشش برای شخص می رسد از که در زندگی ما قرض می پرداختیم این یگانه راه بخشش است نمازهای پنجگانه اوقات نمازهای پنجگانه بعد از اذان البته مشروع میشه تا زمانی که نماز صبح تا طلوع آفتاب مشروعیت داره نماز پیشین تا زمانی که سایه انسان دو برابر سایه اصلی شوه نماز دیگر هم تا غروب آفتاب نماز شام یک نیم ساعت وقت داره تقریبا از وقتی که امام اذان میگه تا حدود نیم ساعت یا کمی بیشتر از نیم ساعت وقت نماز شام است نماز خفتن هم تا نیم شب وقتش است بعد از نیم شب هم تا بعد از نیم شب هم تا وقت طلوع صبح وقت نماز خفتن است اما وقت بهترش شمی که در قبل از نیم شب خوانده شود بله 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 بفرمایید خواهر خوش آمدید علي سلام علیکم مولای شه علیکم السلام ورحمت الله باندې سلام علیکم مولای شه علیکم السلام ورحمت الله بوسرمایم مولای شه ما تاسو ماته ما تاسو بوسرمایم اوزه تلویزیون ته نه پست وکنه فارغ سوال د مولای شه بیا تاسو سوال ته نه مطرح کړئ د غزندزره بخاره باید چم رزه وگیره او څېقدره فارې شبته قصدن روزه را بخوره درست است انشاءالله صحبت میکنم انشاءالله صحبت میکنیم. کسی که روزی ماه مبارک رمضان قصدن و عمدن میخوره یا هم آن روزه را کفاری او دو ماه مسلسل روزه گرفتن است شخص دو ماه را باید مسلسل روزه بگیره اگر به خاطر کدام عذر یا مزرتی روزه را رو می خوره دو صورت باز یک روز قضایی داره کفاره نداره کدام آذر شرعی اگر باشه یک روز قضایی بیاره و انشالله حل میشه در باب نفاق و درویی منافق هیچ وقت خودش ایره نمی پذیره که من منافق هستم <coughs> در قرآن کریم آیات میایه که و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض وقتی که گفته میشه برای اونها که فساد نکنید در زمین یعنی میان مردم خصومت دشمنی و نزاع و کشمکش نندازید یا هم به قتل و خونریزی و این مسائل دست نزنید لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون میگه ما اصلاح میخواهیم ما اصلاحگران هستیم مصلح هستیم ما کسانی هستیم که اصلاح ما خواهیم در زمین، ترقی و انکشاف ما خواهیم. اما در حقیقت قرآن کریم میگه که الا انهم هم المفسدون، با خبر باشی که اینا فساد پیشه هستن ولکن لای یعلمون ولکن لای اشعارون، نمی نمیدانند. خودشان فکر نمیکنند که ما فساد میکنیم. برحال یک تماس میگیریم و برنامه رو می میکنیم، بله؟ سلام علیکم استاد علیکم السلام و رحمت الله من استاد من یه سوال داشتم مثلا دو تا یتیم باشه از دو سالگی بمانه مثلا یکی ببره در خانه خودشونه نگهر داره بعد وقتی به سن بالغ میرسه مثلا 18 دو سالگی بعد دخترش میره شوهر و بچهشم از خانه خودش میره بیرون یعنی اینا بیرونش نمی‌کنه دوباره میره یه در خانه مامانش یا در خانه اقارب خودش وقتی در مقابل یه آدم دوباره بلند میشه میگه خواهر مرا که دادهی به شوهر این مهر که گرفته ای, ای پس بدید به مثلا میشه که در مقابلش به خاطر نفقه خودش یه آدم که یتیما رو نگر داشته میتونه در خاطر نفقه خودش اعدای کنه که مثلا روز مفتر رو نگر داشته رو مثلا اینقدر نفقه ما میشه دیگه بقیه چیزی ما میدم به تو انشالله صحبت میکنیم صحبت میکنیم برنامه رو تعقیب کنیم وقتی که یک شخصی دو فرزند یتیمه بزرگ میکند به اونها احسان میکند لباس برشان میخره و انفاق میکنه مصرف میکنه به جوانی وقتی که میرسن هر یک از اینا صلاحیت عام و تام نفس خود داره بگونه مستقلانه صلاحیت داره که با کسی عروسی میکنه اگر پسر از یا دختر است وقتی که عروسی میکنه و پدرندر یا کسی که ای را بزرگ کرده ای کمک میکنه زمینه سازی میکنه همکاری میکنه ای در حقیقت احسان کرده برای این شخص که زمینه عروسیش مساعد کرده ای که بدبخت شده یا نکبخت شده مربوط به شخص خودش است خودش صلاحیت داره که نکار را ادامه بده و خودش صلاحیت داره که نکار را فسخه بکنه کسی از پدرندر حق و صلاحیت زیر نداره که پرسان بکنه چرا خواهر مرا به نکاح دادی یا به عروسی دادی برای فلان شخص او خودش صلاحیت داشته اگر پسر هم عروسی که خودش صلاحیت داشت و ای که زمین زمین را ساخته در واقع در حقیقت یک احسان کرده البته به ادامه پاسخ میپردازیم یک تماس میگیریم بله سلام علیکم علیکم السلام و, و رحمت الله بطرم. ببخشید ما از تماس گرفتیم ما دو سوال دارم مختصرم از شما خواهد. یک سوال راجع به این نفاق دروی که شما میگین اگر در یک فامیل چند فامیل چند فامیل زندگی کنه مثلا یک جای باشن فامیل شریکی باشه و یکی یک یک از اعضای فامیل که نه،, نه کدام گناهی داشته باشه و نه کدام را مرتکب شده باشه و دیگه بعضی از نفرایی که در فامیل باشه بخواهد که او را که مثال پیش را بد بدگویی کنه و پیش دگره او را بد بگویه و هم اگه هم او گیری کنه آیا نفر در مقابل از اینا چی کار بکنه اگر مثلا این هم گیری کنه این به گناه مرتکب میشه یا نمیشه اگر هم جنگی شده بازم میشه یا نمیشه که به گناه مرتکب میشه یا نمیشه درست درست. یک سوال ای بود از شما و سوال دیگه مهی یک که بعض کسا هستن بعض ز خانما یا بعض مردای هستن که بسیار از زبانشان پای خراب مبره. گپای پوچ میزنند و دیگر در یک مثلا در یک جای یک دفتر یا در یک جای دیگر کسایی که کس خنده میکنند تو فکر میکنه او نفر اینا از گپ من زد برده و او باز می گپایش تکرار انتقرار انتقرار پای تکرار از گپای خود تکرار میکنه. اما سر بعض کسا بسیار بد میخوره، سر خود ما بسیاری مثلا بد میخوره. و ما چندین بار نصیحتم کردیم و گفتیم که همین اعمالتون نوشته میشه. آی میگه نه اعمالم نوشته نمیشه، اینقدر ما گناه کردیم، هیچ است نیست. آی در اعمال و نفر نوشته و کسایی که از خواه گوش میکنه و در اون جوازر میباشه یه هم در گناه شریک میشه یا نمیشه تشکر بسیار صحبت میکنیم تشکر, تشکر صحبت میکنیم پرسش پیشتر برادر ما که از ایران تماس گرفته بودن البته موضوعی بود که دو فرزند یتیم بزرگ کردن دختر و شوهر دادن و برادرش هم رفته خودش بیرون شد از خانه بر رفته به نزد ماما یا به نزد کاکا و ادعا میکند که خواهرم مرا چرا به شوهر دادی این ادعا نه از لحاظ اخلاقی جاست و نه هم از لحاظ حقوقی به جای میرسه هیچ حقی البته برادر نداره که ادعا بکنه بالای از اینکه چرا خواهر را به شوهر دادی به خاطر کو صلاحیت عام و تام صلاحیت نکاح مربوط به خود دختر میشه در جوانی موضوع دوم از لحاظ حقوقی وقتی که جنجال یا منازعه پیش می آید میان پدرندر یا و میان فرزندانی که او را بزرگ کرده از لحاظ حقوقی می تانه آنچه که انفاق کرده آنچه که مصرف کرده مصارف خود از نزد از اونا پس بگیره از لحاظ حقوقی ایرا می تانه مستحق شود اما از لحاظ اخلاقی اگر بخشش بکنه از طریق مسلحین بخشش شود ای بهتر است اما از نقطه نظر قانون و از نقطه نظر حقوق شرعی شخص میتونه ادعا بکنه که آنچه که بالای شما مصرف کردیم ما در طول زندگی دوره کودکی و دوره یتیمی اونا رو پس شما باید بپردازین ای از نقطه نظر شرعی البته پرسش هایی که خواهر ما مطرح کردن در رابطه به خانواده بزرگ البته بود که مشکلات گونگون و فراوانی در خانواده‌های در تشکیل خانواده های بزرگ است در افغانستان ما شما سیستم تشکیل خانواده به گونه‌ای که است از نقطه نظر شرعی زیاد مشکل داره خانواده از نقطه نظر فرهنگ اسلامی متشکل از زن و شوهر است وقتی که یک خانواده زن و شوهر تشکیل میشه و ترکیب میشه هر یکی از زن و شوهر مکلف است که به والدینشان خدمت کنند این به این معنا نیست که ارتباط با والدین قطع شود خدمت والدین قبل از عروسی و بعد از عروسی بالای پسر و همچنان بالای دختر بالای عروس فرض است و این فریضه تا تا وقتی که والدین زنده هستند قطع نمیشه اما مهم است که یک خانه وقتی که نو تشکیل میشه استقلالیتش به معنای عرفی باید برش داده شود که در تمام امور زندگی خودشان تصمیم گیرنده باشند این استقلالیت وقتی که دادن میشه در یک خانه کلان چند برادر عروسی کرده با هم یک جا زندگی میکنن والدین همه میجه است برادرها و خواهران شوهران هم در خانه هستند ده نفر پانزده نفر گاهی باعث مشکلات گونه گون میشه از نقطه نظر شرعی ناپسندیده است در یک دسترخان نان خوردن تمام از اینا که در میان هم محرم نیستند پسندیده نیست اگرچه با رعایت اصول ورزش های شرعی مانند حجاب مانع وجود ندارد از نقطه نظر اخلاقی اما یک امر ناپسندیده است بار بار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث تاکید میکنه که میگه شما با جدیت جلوگیری بکنی از اقارب نزدیک برای شوهران البته توصیه میکنه که از ورود و رفت و آمد اقارب نزدیکتان با برادر شوهر در خانه جلوگیری شود به خاطری که باعث یک مشکل اخلاقی فردا نشود ای که باعث فروپاشی و قطع روابط انسانی بین اعضای خانواده شود به این خاطر در آغاز وقتی که یک خانه تشکیل میشه این نقطه در نظر گرفته شود بهتر است وقتی که مشکلات پیش می آید از مشکلات اخلاقی به وای گونه گون یکی توهین میشه یا مضمون جور میشه در او صورت او شخص با حکمت حکمت هایی که خودش میدانه حکمت های اخلاقی البته اونا رو میتونه توصیه بکنه و میتونه که در برابر از اونا موقف بگیره البته انتقام جویی ستیز جویی و در برابر همه استاد شدن راه حل نیست بلکه از راه های معقول این را خودش میتونه حل بکنه اما هیچگاه از راه مقابله و از راه مشاجره و خوشینت های خانوادگی نباید بپردازه بی از راه های معقول با حکمت ها از راه های نرم و معقول و عقلانی نقطه دیگه که خواهر ما مطرح کردن واقعا خیلی در خور دقت است در محیط کار در محیط تحصیل در جاهایی که زنان و مردان با هم یک جا کار میکنن و تعامل دارن با هم در اینجا رعایت پرانسیب های اخلاقی از نقطه نظر دینی بسیار زیاد مهم است هیچ قانونی نمیتونه که فضای دفتر یا فضای اداره مکتب یا هم فضای صنف درسی را در پانتون یا در نهادهای آموزشی اخلاقی بسازه بجز دین و بجز اسلام ما مکلف هستیم که در محیط صنف، در محیط کار، در محیط خانه، در محیط کوچه، در هر جایی که هستیم، در محیط موترای شهری که از نقطه نظر دینی فضا رو باید تیار بسازیم. زن برای مرد مزاحمت نکنه، مرد برای زن مزاحمت نکنه، کسانی که بدزبانی میکنن، بدزبانی از نقطه نظر شرعی گناه است، و لعب گفتن خیلی گناه زشت است از نقطه نظر شرعی. و ما مکلف استیم که امر به معروف و نهی از منکر وکونیم ولتکم منکم امه يدعون الى الخير وامرون بالمعروف هر یک مکلف به واجبات مثل که نماز خواندن واجب است بالای ما امر به امور نیک و بازداشت از امور ناپسند واجب است بالای ما مانند فریضه نماز هر مسلمان مکلف است به یوظیفه ملا هون نیست تنها یا وظیفه دعوتگران روشن فکران دینی نیست بلکه وظیفه هر فرد مسلمان است مشکل ما ایست که از دین خود آگاهی نداریم به خاطر اصول و نزاکت های اخلاقی را نه در محیط دفتر رعایت میکنیم نه در محیط درسی در پانتون رعایت میکنیم و نه هم در محیط اداره مکتب یا کوچه یا در جایی که با هم تعامل داریم اگر هر یکی از مردها و هر یکی از زنها از اصول اخلاقی دین مقدس اسلام آگاهی داشته باشه این باعث خوشبختی خودش میشه باعث زیبایی شخصیت خودش میشه برای شخصیتش اعتماد میبخشه برای شخصیتش عظمت و حیبت میبخشه یک مدیر در محیط کار اگر درک بکنه ایره تمام اصول اخلاقی را رعایت بکنه کارش به وقت و زمان خوبتر پیش میره مطابق پلان و لایه وظایف و, و دیگه که داره اما اگر وقتی رعایت نکنه با کارمندا خیلی بخندد و فکویی بگوید و له و پلای مسائل بگویه شخصیت خودم سبکسار میکنه به خود توهین میکنه و کار هم به درستی انجام نمیشه از نقطه نظر مدیریت و از نقطه نظر دینی هیچ یکی از هیچ نقطه نظری این مسائل البته قابل تایید نیست از توجه و همراهی شما بینندگان گرامی یک جهان سپاس تا برنامه دیگر در پناه خداوند یکتا و لایزال باشید